دوستان سلام یکی از کارمسرای بسیار زیبای ایران کاروانسرای علی خانه کارمسرایی که اگه ما کارمسرای دیر گچین و قصد بحرام رو در یک زل قاعده با یک خط به هم وقت کنیم در رأس مسلس هم همین کارمسرای زیبای قاجاری که قبلا چاپارخانه هخامنشان و قبل از اسلام بوده میرسیم خب کارمسرای علی خان پنجاه متر طول و پنجاه متر عرض در یک مربع کامل و سه بخش مجزا و بسیار زیبا و دیدنی که ویدیوش رو خواهیم دید خب بخش اولش خب مثل تمام کارمانسری بخش شاهنشینه بخش دومش بخش سرداران و اربابان حکومتی و بخش سومش بخش رعیت ها و کشاورزان که محصولات خودشون رو در اینجا دپو و یا تقسیم بندی میکنن تا برای اون مالیات و یا موارد دیگه انجام بشه خب بخشی که شما الان میبینین این حوضچه که میبینین حوضچه های محصولات گندم و محصولات کشاورزی که در آن شستشون انجام میده و منتقل میشه و منطقه سه یا منطقه همون بازار ترهبار فعلی خودمون که به این صورت هست خب این بخشی که الان بخش شاهنشینه شما الان سر چاه قناتش رو میبینید که حق قنات بوده که الان به صورت چاه استفاده میشده و حوضچه که رو بشه البته حوضچه اهالی محل احداث شده برای نگهداری دا دامداری خودشون که اینجا متاسفانه دامهای خودشون نگه میداشتند و ما حالا وارد راهرو دوم یا راهرو ورود اربابان و سرداران حکومتی میشیم که همینجور که میبینید خانه که هستش خانه هایی که پشت با آفتاب به بسیار زیبا با معماری قشنگ و ولی بسیار اصولی ساخته شده در پشت این بخش یختان اصلی کاروانسرا که یختان ها در جایی احداث میشن که دیواره سایه بندی داشتن که از آفتاب بر تابیده نشه و یخ در زمستان در آب بر زمستان برای یختان میبستن تا در زمستان یخ بمنده و در تابستان استفاده کنن خب این حسچه یختان ورودی به یختان اصلی کاروان سراس که شما مشاهده میکنید و این راهروی که به سمت ارباب نشین یا, یا شاه نشین متصل میشه خب اینجا ما یختان هستش که مشاهده میکنم و به منطقه کلیش میرسیم که منطقه هستش به نام ورودی همون میدان تربار خودمون یا میدان کشاورزان یا رعیت ها خب راهروی که در اون گوشه هستش راه که به حمام کاروانسرا مثل جالب ببینید که این کاروانسرا یک حمام و یک خزینه کامل داشته و از این بین کاروانسرای ایران تک هستش خب الان متاسفانه حفاری غیر مجاز هم در این کاروانسره زیاد انجام شد چون این کاروانسره در سال 1381 ثبت ملی شده و کجاز کاروانسرا نمونه ایران هستش خب الان شما حتی منطقه یه... حالا ما وارد منطقه همون بازار طلبه رو معروف خود یا خوشندشینی کاروانسرا کاروان میشیم که در این منطقه کشاورز محصولات خوشا می آوردن دپو کردن تقسیم بندی میشد مثلا در یک دو سه. که یک به سمت خب پایتخت و تهران میرفته دو به شهرهای دیگه و خانه اربابان و مالکان اصلی میرسه و, و همون درجه سه به بین ها و مردم تقسیم می شده در همین گوشه که حاج راکمی 24 تا حجره و به صورت آبنبار تاسیس شده که کشاورزا میتونستن محصولات اینجا خودشون رو دپو کنن و نگهدار کن. این راهروی که الان شما مشاهده میکنید رو راهروی اصلی محصولات جو و این دیوارهای کمی که بغل خدمت شما هست که آسیابه که محل خرد کردن محصولات کشاورزی بوده که محل تهیه اون بوده که کشاورزان اینجا می محصولات آسیاب میکردن و یا دفر میکردن مالیت خودشون پرداخت و یا که محصول خودشون میبنده و این سه که می دهنه کمی محل ورود به منطقه عمومی و بخش شاهنشینه که بسیار بسیار زیباست. ایشالا با کمک شرکت ایران نورست و بودجه فرهنگ میراث فنکی این کارمسار مرمت خواهیم کرد و دختای گرشکنان عزیز قرار خواهیم داد